به عنوان درس اول میخوام بگم که نویسندگی یعنی چی؟ نواختن سمفونی مردگان با سازبندی ارکستری از کلمات، همصدائی ها و هماوائی ها و سرانجام سکوت بلند مرگ. عباس معروفی، نویسنده‌ای که مبارزه را بیشتر از پیروزی می ستود و نوشتن جنگ تمام عیار او بود. در صحنه نبرد با نظام‌های فکری تمامیت خواهی که آزادگی را به رسمیت نمی‌شناسند. من بزرگ شده کانون نویسندگانم از 19 سالگی و طبق منشور کانون نویسندگان ایران و منشور پن بین الملل، نویسنده کسیه که خلاقیت‌هاش رو بنویسه و چیزی رو کشف کنه که بشر تا کنون بهش دست نیافته. یعنی در واقع نویسنده کسیه که خودش رو و جامعه رو افشا میکنه. قصه گویی بود از سرزمین تقابل ها، شخصیت هایی که خیرگی نگاه های روبرو بودند، خیرگی نگاه سنت به نوبودگی، عشق به بیزاری، سرگشتگی به سکون. ادبیات برای او راهی سترگ برای گذر از جهان موجود به سوی جهان موعود بود. یم نه، نویسنده جیغ میزنه، فریاد میکشه، اعتراض میکنه. نویسنده کلن موجودی معترضه برای رسیدن به وضعیت موعود. یعنی ما به وضعیت موجود اعتراض میکنیم برای رسیدن به وضعیت موعود. ذهن افسونی او در جوانی در همنشینی با هوشنگ گلشیری و محمد علی سپانلو و اعضای کانون نویسندگان چنان آزموده شد که به مثابه نویسنده مدرن از جهان افسون زدائی میکرد. وقتی آدم تو سالهای جوانیه، مثلا من میدونم چه کسی به من خدمت خیلی بزرگی کرده و اون سپانلو بوده که از سنین مثلا 19-20 سالگی منو کشیده تو فضای کانون نویسندگان و یک جو انتلکتوالی که من جذب مجاهد و فدایی و توده و نمیدونم حزب الله اینا نشم. تأسیس مجله ادبی گردون در سالهای خفقان صدای رسای اعتراض او بود. اقدامات او در کانون نویسندگان او را به نویسنده‌ای بدل کرد که قلمش تهدیدی برای چاقوی سانسورچیان شد. دستگاه حذف و جرح مجله گردونش را توقیف کرد و او سالها تهدید و بارها بازجویی شد. سال 1373 تنظیم و انتشار بیانیه ما نویسنده ایم نامه سرگشاده 134 اهل قلم که خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر آثار خود شده بودند و به سانسور اعتراض کردند منجر به بازداشت برخی از امضا کنندگان شد. عباس معروفی ایران را برای همیشه ترک کرد. دور گردون به مراد او نگشت، اما مجله کوچک گردون را در آلمان به نشر گسترش داد. خانه هنر و ادبیات هدایت مأمن او تا پایان حیاتش شد. حالا که خود از پرسه میان کلمات فارسی در وطن محروم شده بود، باید کاری میکرد. او با تأسیس خانه هنر و ادبیات هدایت دسترسی به ادبیات معاصر فارسی را برای فارسی زبانان دور از وطن فراهم کرد. مؤسسه سه جایزه مهم ادبی شد و کارگاه نویسندگی داشت. در جهانی که فارسی در آن مهجور و بی‌پناه مانده بود، داستان‌های فارسی او ترجمه شد و جوایز ادبی متعددی گرفت. او با وجود ابتلا به سرطان همچنان به مبارزه ادامه داد. مجله گردون که تأسیس شد، تمام دنیا متوجه شدن. همزمان کسایی بودن که به من گفتن عباس جان کوتاه بیا، آروم بنویس، اون تندی فلانی. 99 تا مجله رو مثل بادکنک ترکوندن، تموم شد. و اونا مبارزه نکردن و شکست خوردن، ولی من شکست خوردم، اما مبارزه کردم و همه راز زندگی من تو همینه. عباس معروفی زاده بازارچه نایب السلطنه تهران، دبیرستان رفته مروی و فارغ التحصیل هنرهای زیبا، معلم ادبیات، مدیر اجراهای صحنه ارکستر سمفونیک تهران و قصه گویی تمام عیار، سرآخر در 65 سالگی بر جنگی دائمی پیروز شد و در آغوش واژه مرگ آرامید. شبنم آذر.